رژیم برای تضمین پیشبرد خط ترور مجموعه های مستقل از افراد گروه های اصائب الحق و کتائب حزب الله ایجاد کرد که مستقیم از افسران اطلاعات رژیم فرمان می گیرند و امکانات مالی بسیاری دارند. افزون بر این گروه ها، رژیم در نیمه فروردین ماه تمام فرماندهان اصائب الحق را از مرزهای اماره و بصره به ایران برد تا با آموزش سلاح‌های جدید آنها را برای عملیات بعدی توجیه کند. گروه‌های وابسته به رژیم بر اساس توجیهات نیروی قدس عناصر خود را به استخدام ارگان‌های نظامی و امنیتی عراق درآوردند. از جمله دفتر مرکزی تشکیلات بعد طی یک اطلاعیه رسمی در تاریخ 8 دسامبر به دفاتر بدر در استانهای مختلف خواسته است که نفرات مناسب را برای استخدام در طرح موسوم به عدمج یا ادغام وارد ارگانهای امنیتی و نظامی کنند. از دیگر ارگانهای تحت امر نیروی قدس هیئت موسوم به هیئت پاکسازی بعث است که سران آن از جمله احمد چلبی و علی فیصل علامی سابقه مشخصی در نیروی قدس دارند. خب بعد از دیدن این گزارش تا لحظات دیگه با آقای حسن نظام الملکی همراه میشیم و سوالاتمون رو از ایشون مطرح. بله آقای نظام الملکی، ضمن سلام خدمت شما، اولین سوالم این هستش که چه تو همین گزارشی که لحظاتی پیش با هم دیدیم و چه خب صحبت‌هایی که بعد از انتخابات عراق ناظران مختلف می‌کنن، رژیم هزینه زیادی کرده بود برای پیروزی خودش در انتخابات. سال اصلی این هستش که علی‌رغم تمامی توطئه‌ها و اقداماتی که کرد، چی شد که شکست خورد؟